این مودم تا 600 مگابیت بر ثانیه سرعت دانلودشه. اما همراه اول و ایرانسل و رایتل ماکسیموم سرعتاشون خیلی کمتره. سلام میلاتلیا عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوام یه مودم سیمپاخور از برند نسکو بررسی کنیم، مدل GTX 1000. GTX 1000 یه مودم گیمینگ ثابته که حسن بزرگش اینه که سیم کارت تمام اپراتورها رو میتونید داخلش بذارید و استفاده کنید و در واقع لاک نیست. از همه سیم کارت های LTE و 4G پشتیبانی میکنه. قبل از اینکه همه مشخصات و ویژگی های این مودم رو بررسی کنیم، ازتون میخوام کانال هیلاتل رو تو یوتیوب سابسکرایب بکنید و اونجا ویدیوهای ما رو ببینید. حتما توش ویدیوهایی هست که راهنمای خریداتون میشه تو کالاها و گجت های تکنولوژی. داستان گرفتن این ویدیو برای من یکم جالبه، به خاطر اینکه چند ماه قبل یه مودم دیگه نستک روونه بازار کرد و ما هم ویدیو بررسیشو گرفتیم. یه هست خیلی بزرگ اون مودم داشت، این که از سیم کارت‌های TD-LTE هم پشتیبانی می‌کرد. بعد از اینکه ویدیوشو گرفتیم دیدیم که نستک داره همه مودم‌ها رو از بازار جمع می‌کنه و متوجه شدیم که به خاطر انحصار TD-LTE تو ایران توسط یکی از شرکت‌ها مجبور شده که اون مودم رو جمع کنه و حالا دوباره بعد از چند ماه همون مودم رو با ویژگی‌های تقریباً یکسان منتها بدون قابلیت پشتیبانی از TD-LTE روونه بازار کرد. مشخصاتش رو کامل تر بگم متوجه میشید که چرا نستک اسمشو گذاشته گیمینگ. خب یه نگاه ظاهری به طراحی و شکل و شمایلش بندازیم. مودمیه که خیلی وزن سبکی داره، پلاستیکی که توش استفاده شده مثل همه مودم‌های دیگه معمولا پلاستیک ضعیف و خیلی با کیفیتی نیست. سبک اینجا یه سری حفره ما داریم که یه ظاهر متفاوتی رو سعی کردن تو مودم به وجود بیارن و خبری از آنتن خارجی نیستش. البته پشتش این دراره که بردارید جای آنتنا وجود داره. این پایان تمام قسمت‌هاییه که برای اتصال کابل LAN، دکمه خاموش روشن کردن، اتصال پاور دستگاه و همینطور دکمه WPS و ریست وجود داره. زیر مودم هم یه پورت تایپ سی داریم که برای کار نرم افزاری استفاده میشه و محل درگاه سیم کارت رو داریم که از سیم کارت نانو باید داخلش استفاده کنید. مودم رو باید به این صورت حالت عمودی استفاده کنید و خوابیده نیست. این خوبیش اینه که اگه روی میز بخواید استفاده کنید جای کمتری میگیره نسبت به مودم هایی که خوابیده طراحی میشن. جلوی مودم سه تا جای چراغ هست که یکیش نت، یکیش پاور و یکیش هم وای فای رو نشون میده که با رنگ های مختلف نشون میده که اتصال برقراره یا اینکه قطعه یا اینکه دستگاه روشنه یا خاموش. دو تا پورت LAN پشتش داره که یکیشون پشتیبانی از ون هم داره و کلید پاور هم پشتش قرار گرفته. تعداد پورتاش به نظرم کمه، چون یکیش که حتما برای اون دستگاهی که دارید بازی میکنید قرار اشغال بشه و اینطوری خیلی پورتی نمیمونه. اگه 3 یا 4 پورت لندش خیلی مودم قوی تری میشه. اولین چیزی که تو بررسی مشخصات و ویژگی های مودم خیلی جلب توجه میکنه اینه که از چیپست استاب دراگون استفاده شده داخلش. چرا خیلی عجیبه؟ به خاطر اینکه نستک در حال حاضر برندیه که داخل ایران داره تولید میشه و در واقع یه جورای اون برند امریکایی که قبلا بود دیگه نیست. یه برند ایرانیه که با همون نام در حال تولید گجت یا کالاها هستش. توی سایت اصلی سرچ کردیم و دیدیم که نستک مودمی تولید نمیکنه. پیگیر شدیم و دیدیم بله، کالاها در حال حاضر دارن تو ایران تولید میشن و در واقع یه برند ایرانی هستن. خب حالا که اسم اسنپ دراگون میاد یک کم تعجب برانگیزه. معمولا شرکت‌ها و کالاهایی که داخل ایران دارن تولید میشن نمیان با اینجور برندهای خفن کار کنن، یا ممکنه که به خاطر مسائلی که ربط به تحریم داره اونا اصلا در اختیار ما قرار ندن همچین چیپستی رو. اگر این شرکت اومده این کارو کرده فقط میتونم بگم که دمش گرم و مطمئنا نقطه قوت اصلی این مودم استفاده از این چیپسته. این مودم نستک فقط یه جای سیم کارت داره و خبری هم از پورت یا ورودی رم و کارت حافظه نیستش، برای همین نمیتونید فایلی رو اونجا به اشتراک بذارید بین تعداد کاربرهایی که با وای فای بهش متصلن. پشتیبانی از پیامک و USSD هم نداره. یکی از چیزایی هم که باعث شده اسمشو گیمینگ بذاره اینه که ماکسیموم سرعتی که تو پورت LAN داره 1 گیگابایته و نسبت به خیلی از مودم هایی که در حال حاضر تو بازار هستن، مخصوصا مودم های سیم کارت خور، کاملا جلوتره و تقریبا میتونم بگم بدون رقیبه. این باعث شده که اسمش نزدیک بشه به مودم گیمینگ. یکی دیگه از ویژگی های مودم اینه که از وای فای نسل 5 پشتیبانی میکنه و فرکانس های 2.4 و 5 گیگاهرتز. این موارد در کنار قرار گرفتن تو گرید کت 6 پلاس و کت 12 با ماکسیموم سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و ماکسیموم سرعت آپلود 150 مگابیت بر ثانیه همه با هم باعث شده که این مودم از
نظر ویژگی هایی که رابط به سرعت داره تکمیل باشه و خیال آدم رو راحت بکنه و واقعا اسمشو بتونیم بذاریم یه مودم گیمینگ. این اطلاعات رو هممون احتمالاً موقع بررسی کردن مشخصات یه مودم نگاه میکنیم و سعی میکنیم که اعدادش رو چک بکنیم. اما یه ویژگی دیگه هم این مودم داره، پشتیبانی از فناوری میمو 4x4. این فناوری باعث میشه که سرعت بالاتری رو کاربرا بتونن تجربه بکنن و آنتن‌دهی پایدارتر و قویتری داشته باشن. در واقع اینطوری چند تا کاربر که همزمان به این مودم متصلن نوبتی دیتاهاشون انتقال پیدا نمیکنه، در حالی که تو فناوری‌های قدیمی‌تر این اتفاق میافتاد. پکیج‌های دیتا به صورت همزمان هم دریافت میشن هم ارسال میشن. یه توضیح راجع به اینکه این مودم پشتیبانی از فرکانس‌های دوگانه داره و واسه همینم هم بهش میگن دوال بند بهتون بدم. تو فرکانس 2.4 گیگاهرتز ما رنج یا مسافت بیشتری داریم، اما تو فرکانس 5 گیگاهرتز رنج کم میشه، به جاش سرعت بالاتر و پایداری بیشتری تو اتصال هست. خوبی بزرگش اینه بین این دوتا شما میتونید سویش بکنید، میتونید خودتون انتخاب بکنید که از کدوم حالت استفاده کنید و به مودم متصل بشید. برای روشن کردنش بعد از این آداپتور استفاده کنید. اون پورت تایپ سی زیرش برای روشن کردنش نیست، با کابل تایپ سی نزنید به پاور بانک فکر کنید روشن میشه. در واقع این مودم چون قرار بوده که TDLTE هم پشتیبانی بکنه، به صورت ثابت و رومیزی طراحی شده. الان که اون ویژگی رو حذف کردن و شده یه مودمی که از سیم کارت LTE داره پشتیبانی میکنه، سیم کارت 4G معمولی خیلی بده که همراه نیست. درسته که میتونیم تو خونه از آداپتور استفاده کنیم، ولی برای حمل و نقلش هم نباید داستان داشته باشیم. با یه پاور بانک ساده حتما میشد برق این مودم رو تامین کرد و فقط نیاز بود که کمی طراحی این داستان تغییر کنه. این الان میشه نکته منفیش. تو جمع‌بندی هیلاتلی باید بگم قیمت این مودم حدود 3,400,000 تومانه. مهمترین ویژگی و هستش اینه که شما میتونید از اپراتورهای شاتل، همراه اول، رایتل و ایرانسل داخلش استفاده بکنید. بعد یه بزرگش اینه که خبری از باتری یا پورتی که بتونید با کابل شارژ عادی شارژش بکنید نیست و فقط به صورت رومیزی باید ازش استفاده کنید. ماکسیموم سرعتایی که توی پورت لن و همینطور توی وایفای دانلود و آپلود داره فوق‌العاده است، اما اپراتوری که این ماکسیموم سرعت رو پشتیبانی بکنه و ما بتونیم ازش استفاده بکنیم وجود نداره در حال حاضر تو ایران. عین یه ماشینی میمونه که 400 کیلومتر شما میتونید باش گاز بدید، ولی نه جاده‌ای دارید که این گازو بهش بدید، نه قوانین اجازه میدن. پس فعلا با همون 70-80 کیلومتر با اون ماشین باید رانندگی بکنی و راضی باشی. اگه تجربه استفاده از مودم‌های همراه رو داری، به ویژه از این برند، حتما برای ما نکته منفی یا مثبتی که به ذهنت میرسه رو کامنت بکن. اینطوری این ویدیو و کامنت‌ها زیرش یه راهنمای کامل میشه برای خریدار کسی که میخواد اولین بار یه مودم همراه بخره و مطمئناً بعد از این دیگه هیلاتلی میشه. دمت گرم، ممنونم.